با سلام دوستان گرامی افغانستان قرار است بزرگترین معدن آهن حراد را استخراج کند معدن تودی در ولسوالی پشتون ولایت هرات یکی از ذخایر مهم سنگ آهن در افغانستان به شمار می رود که به تازگی روند اکتشاف ابتدای آن تکمیل شده است و قرار است استخراج آن تا کمتر از یک سال دیگر آغاز شود این پروژه یکی از گام های بسیار بزرگ در راستای توسعه معادن افغانستان محسوب می شود. در این گزارش تمام جزئیات مربوط به این معدن و همینطور پروژه های دیگر را برای شما به بررسی قرار می دیم. لطفا تا پایان این گزارش همراه ما باشید. این معدن در فاصله 20 کیلومتری مرکز ولسوالی پشتون زرغون قرار دارند و موقعیت آن بگونه ای است که از نظر دسترسی به زیر های حمل و نقل و ارتباطی مزیت‌های بسیار زیادی دارند قریه های تودی، لوره، خسرو و بیدک در نزدیکی این معدن واقع شده است و فاصله معدن تا میدان هوای هرات حدود 35 کیلومتر و تا سرگ قرز شده ولسوالی پشتون زرگون 10 کیلومتر است. بر اساس برآورد های اولیه معدن تودی دارای ذخایر سنگ آهن به میزان 7 میلیون تون است این مقدار ذخیره معدن آن را به یکی از بزرگترین منابعی سنگ آهن در وارد هرات تبدیل کرده است این سنگ آهن به دلیل کیفیت بالا می تواند به تولید محصولات فولادی با استانداردهای بین المللی کمک کند قرارداد استخراج معدن توری در سال 2023 با شرکت همگرایان به امضا رسید ارزش این قرارداد بیش از 140 میلیون دلار تخمین زده شده است طبق شرایط این قرارداد 20 درصد از اوایل استخراج به دولت افغانستان اختصاص خواهند یافت و 80 درصد دیگر در اختیار شرکت پیمانکار قرار خواهند گرفت استخراج معدن تولی می تواند تأثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد محلی و ملی داشته باشند ایجاد فرصت های شغلی برای مردم محلی و همینطور افزایش عواید دولت از طریق مالیات و بهره برداری از منابع طبیعی و بهبود زیرساخت های منطقه از جمله فواید این پروژه است این معدن به ویژه می تواند در رشد صنایع فلزی و تولیدات فولادی نقش بسزایی داشته باشند روند اکتشاف ابتدایی معدن تودی به پایان رسیده است و مطالعات زمین شناسی و اقتصادی آن انجام شده است استخراج معدن قرار است در کمتر از یک سال آینده آغاز شود و تجهیزات و ماشینالات لازم در حال انتقال به منطقه هستند انتظار می روند این پروژه به سرعت وارد فاز عملیاتی شوند و نخستین تولیدات سنگ آهن تا سال آینده به با بازار عرضه شوند با وجود مزیت های زیادی که معدن تودی دارند چالش هم در این معدن وجود دارند برخی از این چالش ها عبارت از امنیت منطقه و اطمینان از ثبات سیاسی است تأمین بودجه و سرمایه های بیشتر برای توسعه پروژه است مدیریت محیط زیستی و جلوگیری از آسیب به اکوسیستم محلی می باشند با این حال فرصت های موجود از جمله کیفیت بالای سنگ نزدیکی به بازارهای داخلی و خارجی و ظرفیت نیروی کار محلی میتواند این چالش را کاهش بدهند. این پروژه اگر با برنامه ریزی مناسب و مدیریت دقیق اجرا شود میتواند به افزایش عواید دولت کمک کند و زندگی مردم محلی را بهبود ببخشند و افغانستان را در مسیر توسعه و پایداری قرار بدهند. خب همینطور پروژه دیگر کار سرگ نهر غازی در ولایت ننگرهار به صورت سریع و مؤثر توسط شوروالی این ولایت در حال اجراست این پروژه که بخشی از برنامه های توسعه های شهری ننگرهار می باشند با هدف بهبود وضعیت ترانسپورت و تسهیل رفت آمد مردم منطقه آغاز شده است سرک نهر غازی که یکی از راه های مهم ارتباطی محسوب می شوند در سالهای گذشته با مشکلات از جمله خرابی و عدم امکان استفاده مواجه بود همینطور شاروالی این انگرها با تخصیص بودجه مناسب و استفاده از نیروهای متخصص این پروژه را به گونه پیش میبرند که انتظار میرود در مدت زمان کوتاه به بهره برداری برسن مردم منطقه از این اقدام استقبال کردن و تاکید دارند که تکمیل این پروژه میتواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد محلی داشته باشد پروژه دیگر همینطور در ولایت غزنی می باشند کار با سازه شهرهای نمبر یک در ولایت غزنی به مراحل نهایی خود رسیده است و انتظار می رود در روزهای آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده این شهرها که کابل را به قندهار متصل می کند نقش حیاتی در تسهیل حمل نقل و تجارت در منطقه دارند مسئولان محلی تاکید کرده است که تلاش می تا پیش از فرار رسیدن فصل زمستان کار ترمیم و بازسازی این مسیر را به اتمام برسانند تا از مشکلات احتمالی برای مسافران و رانندگان جلوگیری شوند همینطور در بیست سنبله سال جاری کار اعمار لین دوم دو انشارا با حضور مقامات افغانستان آغاز شد این پروژه به طول 111 کیلومتر شامل ساخت نو پول و 594 پلچک است و هدف آن بهبود های ترانسپورتی و تسهیل ارتباط میان مناطق مختلف افغانستان است. پروژه دیگر پروژه حفظ و مراقبت بند سرده در ولایت غزنی است که با هزینه نزدیک به 13.5 میلیون افغانی تکمیل و افتتاح شد. این پروژه شامل ساخت سرک به طول 723 متر و عرض 6 متر و همینطور احداث تعمیر برای محافظت بند بوده و همینطور در مدت شش ماه تحت نظارت ریاست حوزه فرعی دریایی آبهای استاده ولایت غزنی انجام شده است بند سرده با ظرفیت ذخیره 259 میلیون متر مکعب آب نقش مهم در تأمین آب زراعتی برای حدود 150 هزار جریب زمین در منطقه دارند هدف اصلی این پروژه بهبود مدیریت منابع آب و افزایش بهره‌وری زراعتی است این اقدام مستقیم در ارتقای وضعیت اقتصادی و زراعتی منطقه بسیار تأثیر گذار می باشند. پروژه توسط وزارت انرژی و آب افغانستان تأمین مالی و اجرا شده است و گام مهم در توسعه زیرساخت های آبی و همینطور بهبود شرایط زراعتی ولایت غزنی محسوب می شود. همینطور پروژه دیگر کار ساخت و بازسازی پنج کوچه و جوی در گذره پنجم بازار غرفه ها واقع در ناحیه ششم شهر جلال آباد با سرعت در حال انجام است این پروژه ها با هدف بهبود زرساخ های شهری و تسهیل رفت آمد ساکنان منطقه اجرا می شن. مقامات محلی گفته است که این اقدامات با منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود شرایط بهداشتی محیط صورت گرفته است با تکمیل این پروژه انتظار می رود که مشکلات مربوط به آبگریفتگی و دسترسی به معابر کاهش یابند و ساکنان از سهولت بیشتری در رفت آمد برخورداشند خب با تشکر دوستان عزیز تا این لحظه که ما رو همراهی کردید لطفا در این کانال عضو شوین و از پروژه های جدید افغانستان در این کانال آگاه شوین تا ویدیوی دیگر خدا نیا رو نگهدار شما